آقای دکتر نهاوندی، رسیدیم به جایی که شما ریاست دانشگاه تهرانی رو به عهده گرفتید که تاریخ سیاسی ایران در دانشکده های این دانشگاه و در فعالیت های این دانشگاه منعکسه. بله، نه تنها منعکسه بلکه واقعا آمیخته است و روزهای آخر هم دانشگاه تهران تعیین کننده بود. در دانشگاه تهران شما چه کردید و اونجا چه میگذشت؟ من وقتی که دانستم که رئیس دانشگاه تهران خواهم شد، با چند نفر از همکارانم خیلی با احتیاط مشورت هایی کردم. وضع دانشگاه رو میدونستم، من خودم اونجا قبل از که برم به شیراز تدریس میکردم و بعد هم تدریس کردم تا روز آخر، حتی چند روز قبل از انقلاب. یعنی نارضایتی ها اداری بود؟ نارضایتی هایی که موجود بود در دانشگاه تهران جلوه نارضایتی های جامعه بود. دقیقاً. و یک مقداری هم مقصر خود دستگاه های دولتی و مسئولین دانشگاه بودن، همیشه همینطوره. با علاحضرت ما خیلی با صراحت در این مورد من صحبت کردم و یک اصولی رو ایشون پذیرفتن و تایید کردن و از من تا روزی که رئیس دانشگاه بودم پشتیبانی کردن. و اون اصول یکیش این بود که باید استادان دانشگاه رو در مدیریت دانشگاه شرکت داد، از کارهای بیرویه نسبت به استادها، برای اینکه استادها همیشه شب شاگردها رو تحریک میکردن یا نمیکردن. عجب. همیشه اینطوره، اجتناب کرد. و این افکار رو ما توانستیم بعد از اینکه من آمدم به دانشگاه تهران پیاده بکنیم در مقررات دانشگاه. یکی این بود که شورای دانشگاه که همیشه انتصابی بود انتخابی بشه. اون مهمترین سازمان دانشگاه، هسته مدیریت دانشگاه، اون دستگاهی است که انتصابات و ترفیعات هیئت علمی رو اداره میکنه. و همیشه اختلافات و نارضایتی ها سر همون موضوع انتصابات و ترفیعات هیئت علمی بود. هیئت ممیز دانشگاه رو رئیس دانشگاه معین میکرد و این هیئت ممیز هم در حقیقت رول هیچ کاری نداشت، تایید میکرد تصمیمات روی قبلا گرفته شده بود و اجرا شده بود. هیئت ممیز دانشگاه رو انتخابی کردیم، یعنی هر دو سال یک بار رؤسای تمام هیئت علمی هر دانشکده نماینده خودشون رو در هیئت ممیز معین می‌کردن. رئیس دانشگاه ریاست این هیئت ممیز رو داشت و از همون روز اول من خودم اعلام کردم که هرگز در جلسات هیئت ممیز شرکت نخواهم کرد و یکی از استادان رو به عنوان قائم مقام خودم خواهم گذاشت که ابتدا مرحوم دکتر پاد بود مورد احترام همه و بعد مرحوم دکتر یحیی عبدو استاد دانشگاهی. معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم آقای دکتر، اگر که سلیقه و انتخاب شما نقشی نداشت، پس ریاست شما در اونجا چه معنایی داشت؟ برای اینکه همین اصلاحات رو پیاده کنیم در دانشگاه بدون اینکه خودتون مجری باشید. یعنی نه، من مجری بودم ولی نارضایتی استادا یک مقدار زیادی از انتصابات و ترفیعات بود که خیال میکردن نادرست. نارضایتی اونها از این بود که در ظرف چند روز در زمان دو رئیس دانشگاهی که قبل از من متصدی این کار بودن، یعنی سه سال، ده ها نفر از استادان رو بدون هیچ گونه عذر موجهی بازنشسته کردن. ببینید، یک شخصی مثل پروفسور شمس، یک شخصی مثل دکتر عبدالله خان شیبانی، هر دو رو خدا رحمت کنه، و دیگران اسامی بسیاره، شبا رفتن در خونه شون و از توی جعبه پستشون حکم بازنشستگیشون رو بهشون ابلاغ کردن. امام جمعه، آسد محمود شهابی، اینا همه استادایی بودن که واقعا مورد احترام بودن. میبایست این به این محیط ارعاب و نارضایتی خاتمه داد که واقعا میتونم افتخار بکنم که خاتمه داده شد. و اعلیحضرت تا آخرین روزی که من در دانشگاه تهران بودم از من در این مورد حمایت کردن، در مقابل مرحوم هویدا که هیچ از این کارا خوشش نمی آمد و در مقابل مداخلات ارتش بود نصیری، رئیس ساواک وقت، رئیس وقت ساواک، که او هم مخالف همه این کارا بود. و در موقعی که خیلی دانشگاه قبل از تشکیل حزب رستاخیز شلوغ شده بود و این شلوغی ها مقدار زیادی تحریکات حزب ایران نوین بود، کما اینکه یک موقعی که از اعضای حزب ایران نوین می‌خواست دانشکده ادبیات رو آتش بزنه. ببینید شما کار به کجا رسید.
میخواست دانشکده ادبیات رو آتش بزنه. خانم دکتر راسخ که از استادام بود جلوش رو گرفت، فریاد کشید، پرده رو کشتن، انداختن روی اون شعله ای که برافروخته شده بود و آتش رو خاموش کردن و اون شخص هم توقیف شد. دو روز بعد او رو آزاد کردن، عضو حزب ایران نوین بود و بعدن خانم دکتر راسخ هم تنبیه کردن، کتکش زدن، نه زاباکیا بلکه اونهایی که میبایستی بزنن، که چرا این جلوی این کار گرفتی. میخواستن دانشکده ادبیات رو آتش بزنن برای اینکه رئیس دانشگاه رو عوض کنن. در همون اندکی در همون روزها بود که یه روزی اعلیحضرت هم در سن موریتس بودن، مرحوم ارتشبد نصیری، دفعه اول به آخری بود که من با ایشون تلفنی صحبت میکردم، به من تلفن کردن ساعت 8 نیم صبح که روزنامه ها شدیداً به دانشگاه ها حمله میکردن و ایران نوین در اون روز نوشته بود که رئیس دانشگاه من باشم همدست چیریکاس، که لابد روزنامه ها امروز صبح خوندید. گفتم بله. گفت به من که تکلیفتون که میدونید چیه. گفتم خیلی. گفتش که استعفای خودتون رو بنویسید و بفرستید برای آقای نخست وزیر. ایشون حق اداری چنین گفته ای رو داشت؟ مطلقا، ابدا. من به ایشون گفتم تیم سال موقعی که من رئیس دانشگاه شدم و یکی از شروطی بود که اعلیحضرت و من با هم گذاشتیم، موقعی که من رئیس دانشگاه شدم اعلیحضرت به من تأکید فرمودن که هیچ دستوری رو از هیچ کسی جز شخصی که معین کرده بودن به نام دستور من قبول نکنید. اون شخص شما نیستید، آقای نخست وزیر هم نیست. هر وقتی اعلیحضرت مستقیم به من دستور دادن یا اون شخص به من دستور داد، اون شخص کی بود؟ هر کی بود نخواهید گفت، من اطاعت خواهم کرد. من به امر اعلیحضرت آمدم اینجا و به امر اعلیحضرت از اینجا خواهم رفت. خیلی سخت بود به رئیس توانای ساواک این حرف زدن. وقتی که این گفتگو تمام شد من به خودم گفتم چه خاکی به سر خودم بریزم. نخست وزیر که با من مخالف، رئیس ساواک هم همچنین حرفی من زده. تلفن کردم به آقای معینیان، خدا حفظش کنه، من زنده هستم، پاریس هستم، بله خدا حفظش کنه، و گفتم میخوام بیام فوری شما رو ببینم. رفتم پلوی آقای معینیان و داستان رو براش تعریف کردم. ایشون با تعجب به من نگاه میکرد. گفتم اینا میتونی اینا گزارش بدید به سن مورید؟ گفتن من که نمیتوانم. گفتم من اگر به شما بنویسم به عنوان گزارش مخابره میکنید؟ گفت با نهایت میل. اینا رو همه رو نوشتم اینجا. ایشون هم در جوانی روزنامه نگار بود. میدونم در 28 مرداد هم خیلی شریک و سعیم بود، مرد خیلی شریفی بود و هست قطعا. نامه ای نوشتم مفصل با قلم خود نویس، شخصی رو به نام آقای کاظم‌زاده، بله مرحوم کاظم‌زاده، برای اینکه فوت کرده گویا چند روز پیش خوندم در یه جایی که رئیس دفترشون بود یا رئیس رمز دفتر مخصوص بود نمیدونم، صدا کردن گفتن این نامه آقای رئیس دانشگاه رو رمز کنید و فعلا فوری بفرستید به مخابره کنید به سن موریتس. بنده هم آمدم بیرون و 48 ساعت بسیار بدی رو گذروندم. قابل درک. چیکار کنم؟ دو روز بعد صبح آقای معینیان به من تلفن کردن که من الان یک تلگرافی از سن موریتس دارم برای شما میخونم و بعداً میفرستم، باید در پرونده های دانشگاه موجود باشه. گزارش شما فلان به شرف عرض مبارک رسید، فرمودن به رئیس دانشگاه ابلاغ کنید به این قبیل حرف ها اعتنام نکنند. بعدم دیگه به این قبیل حرف ها اعتنام نکردم. چند روز بعد چقدر دیگه دانشگاه موندیم؟ دو سال، بیشتر از دو سال. یعنی رئیس ساواک نتونست رئیس دانشگاه رو، نه به خاطر شخص شما، نخست وزیر هم نتوانست. و چرا رفتین از دانشگاه؟ الان میرسیم به اونجا. من دیگه اعلیحضرت آمد، برگشتن و یک 24 ساعت در تهران موندن و از اونجا تشریف بردن با اعلیحضرت خیال میکنم به پاکستان برای سفر رسمی. از توی فرودگاه شهبانو به من تلفن کردن که اعلیحضرت به من امر فرمودن، من خوب این کلمه یادمه، به شما بگم که از دانشگاه تهران رضایت دارن و شما میتونید با کمال قدرت کار خودتون رو ادامه بدید و این رو به دانشگاهیان هم بگید. حسب الاتفاق منو از وسط شورای دانشگاه خواسته بودن برای اینکه این صحنه خیلی خوب یادمه، برم به تلفن جواب بدم. شاه یا شهبانو تلفن میکردن دیگه. طبیعه. رفتم و برفختی برگشتم، بیایم چند روز پیش اتفاقی که از همکارا که اونجا بودی من تعریف میکرد، واقعا چهرم باز شده بود. گفتم که این مطلب، گفتم اعلیحضرت پای تلفن بودن، چه این گفتن و مرام اعلیحضرت رو به دانشگاه ابلاغ کردن و رضایت خاطرشون.
بعد از این مدتی حزب رستاخیز تشکیل شد و دیگه یک کمی کارها از بعضی جهات آسون شد، از بعضی جهات مشکل شد. ولی شما با حزب رستاخیز موافق بودید؟ کشاورزان در این مورد مشاهده امروز نکن. امروز فکر می‌کنید کار درستی, درستی نبود برای اینکه تک حزبی نشد ایران؟ شما خودتون حزب اندیشمندان رو در نه داخل. اندیشمندان که حزب نبودن، یه گروهی بودن گروه از که میتونستن در زمان 24 ساعت حزب بشن و دو شاخه کردیم دیگه حزب رستاخیز. ولی هرگز حزب رستاخیز که مقصودش ایجاد گفت و شنود بود، یک حزب واحد به معنایی که مثلا حزب بعث باشه یا احزاب کشورهای مصر و غیره و غیره باشن نبود. اصلا حزب در ایران معنا داشت؟ آخه یک حزبی که بگن همه ملت ایران عضو بشن مگر کسی بگه نیستم معنی داره؟ کسی با اون موقع کسی دلسوز این تعریف و معنا نشد؟ چرا، شاید من چیزی نگفتم، من شخصا چیزی نگفتم، من به کار خودم در دانشگاه ادامه دادم تا باز هم یک تابستانی دو سال بعدش که رفته بودم به حضور اعلیحضرت برای کارهای دانشگاه، به من فرمودن که ما فکر کردیم که شما برید به دفتر مخصوص شهبانو. سوالی بود که می‌خواستم از شما بپرسم، این چه مسیری است؟ برای من نمی‌دونم، برای من خیلی این همه شغل‌ها رو فکر می‌کردم ولی این یکی رو فکر نکرده بودم. بعد توضیحاتی دادن راجع به وضع دفتر شهبانو، وضع دربار، آینده. من که نمی‌دونستم ایشون مریضن، هیچ کس نمی‌دونست غیر از شهبانو. شما کی فهمیدید؟ وقتی رفتم مکزیک بعد از تلاش. بله کاملا. اینقدر این موضوع پنهان بود؟ این موضوع کاملا پنهان بود. خلاصه بعد از تمام این مطالبی که گفتن راجب خودشون و راجب شهبانو و راجب پسرشون و اینا، من چیزی نمیتونستم بگم جز اینکه اطاعت میکنم. خلاصه دو سه ماه بعدش بنده روی احضار کردن و خود شهبانو، این اولین بار بود، من رو معرفی کرد به ریاست دفتر مخصوصشون. سرنوشت زندگی من جدا شد. شاید حقش این بود که اطاعت نمی کردم در این مورد، در این مورد به خصوص، برای اینکه با تمام محبتی که به خصوص در اوائل اولیا حضرت داشتن و با تمام پشتیبانی که باز هم شاه از من کرد در کارهایی که می بایست بشه، بدترین دوران خدمتی من بود. خیلی مشکل بود ولی به هر حال من وظیفه داشتم که مقاومت بکنم تا اینکه یک روزی کابینه شریف امامی تشکیل شد و در کابینه، قبل از اینکه اون کابینه تشکیل بشه، اعلیحضرت با من صحبت کردن که اگر شما فلان فلان رئیس دولت بشید چی کار خواهید کرد. من تمام فکرهایی که داشتم انجام دادم، اون بهشون عرض کردم، فرمودم که به فرانسه که لنی پخت کنسه شب فکر میکنم. بعد شنیدم از اینور و اونور که بعضی از پیشنهادات من خیلی مسخره کردن. اینم باید بگم، من گفته بودم که باید 300 نفر از رجال درجه اول مملکت افراد پاکدامن و بی عیب و علتی باشن، که بعدم عرض کردم، اضافه کردم که اکثرشون هستند. بعد ایشون گفته بودن نهاوندی میخواد 300 نفر از کار برکنار کنه. اینطور نبود. دو مورد خیلی زننده رو من یادآوری کرده بودم. یکی از شخصیت های مملکتی که در رستوران یونانی تهران نصب کرده بود و زمین خورده بود و خیلی تهران هیاهو شده بود در این مورد، و یک شخصیت دیگری که در رستورانی به نام شومینه اگر اشتباه نکنم، کسانی که در بغل میزش نشسته بودن چیزی گفته بودن، شوخی کرده بودن یا سر و صدا کرده بودن، با اونها به کتککاری پرداخته بود. یا در تهران شایع بود. من به ایشون این دو مورد ذکر کردم که هر دو تا میدونستن و گفتم که باید کسانی که در رأس امور مملکت هستن افراد منزه و بدون عیب و علتی باشن. پس آقای دکتر نهاوندی اجازه بدید که در برنامه‌ای که عنوانش هست نام‌ها و یادها، بار دیگر از نام‌ها و یادهای ذهن و زندگی شما با خبر بشید. با نهایت.